اعمال فصل بیستم. همین که فتنه خاموش شد، پولس شاگردان را طلبید و پس از تشویق آنان خداحافظی کرد و عازم مقدونیه شد. او در آن ناحیه میگشت و همه جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمی میداد و به این ترتیب به یونان رسید. پس از 3 ماه اقامت در آنجا، هنگامی که خواست با کشتی به سوریه برود، یهودیان بر ضد او توطئه چیدند. بنابراین او تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعت نماید. همراهان او عبارت بودند از سوپاتروس بیریایی و ارسترخوس و سکندوس تسالونیکی و غایوس دربایی و تیموتاوس و تیخیکس و تروفیموس که از اهالی ایالت آسیا بودند. اینها زودتر از ما رفتند و در شهر ترواس در انتظار ما ماندند. خود ما پس از ایام عید فطیر از فیلیپی سوار کشتی شدیم و 5 روز بعد در بندر ترواس به آنان رسیدیم و 1 هفته در آنجا ماندیم. در شب یکشنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم، پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود به تفصیل برای آنان صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در بالاخانه ای که ما در آن جمع شده بودیم چراغ‌های زیادی روشن بود. جوانی به نام یوتیخوس پیش کلکین نشسته بود و همین طور که پولس صحبت میکرد رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب کاملا بر او غالب شد و از منزل 3 به زیر افتاد و وقتی او را برداشتند مرده بود. پولس پایین رفت و خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و با آنان گفت: ناراحت نباشید، او هنوز زنده است. پس پولس دوباره بالا رفت و نان را پاره کرد و خورد و پس از گفتگوهای بسیار که تا سپیده صبح به طول انجامید، پولس شهر را ترک کرد و آنان آن جوان را زنده به خانه بردند و خاطر همه از این بابت کاملا جمع شد. ما پیش از دیگران به طرف کشتی رفتیم و به طوری که پولس قرار گذاشته بود به سوی اسوس حرکت کردیم تا در آنجا پولس را سوار کنیم، زیرا او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا برود. وقتی پولس در اسوس با ما یکجا شد، او را سوار کشتی نمودیم و به بندر میتیلیس آمدیم. روز بعد از راه دریا به مقابل جزیره خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به جزیره ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد بندر میلیتوس شدیم، زیرا پولس تصمیم گرفته بود که از کنار افسوس عبور نماید تا از تلف شدن وقت در ایالت آسیا جلوگیری شود، زیرا او خواهش بسیار داشت که در صورت امکان پیش از روز پنتیکاست در اورشلیم باشد. پولس از میلیتوس پیامی به افسوس فرستاد و رهبران کلیسا را خواست. وقتی آنها رسیدند به آنان گفت: شما می دانید که از اولین روزی که من به ایالت آسیا پا گذاشتم، در تمام اوقاتی که با شما بودم چگونه رفتار نمودم، یعنی با کمال تواضع و با اشکها و زحماتی که به وسیله دسیسه های یهودیان برای من پیش می آمد، مانند یک غلام خداوند را خدمت کردم. شما می دانید که من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز دریغ نکردم. من پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه هایتان تعلیم دادم. من به یهودیان و یونانیان اخطار کردم که آنها باید از گناهان خود توبه کنند و به خدا روی آورند و به خداوند ما عیسی ایمان داشته باشند. اکنون در بندگی روح القدس در راه اورشلیم هستم و از آن چی به سرم خواهد آمد چیزی نمی دانم، جز این که روح القدس در هر شهر به طور آشکار مرا خبر می دهد که حبس ها و سختی ها در انتظار من است. اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که از خاطر جان خود پریشان باشم. تنها آرزوی من این است که وظیفه خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژده فیض خدا را به پایان رسانم. و اکنون خاطر جمع هستم که هیچ یک از شما که برای اعلام پادشاهی خدا با شما رفت و آمد داشتم دیگر روی مرا نخواهد دید. بنابراین امروز به شما میگویم، اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم، زیرا برای اعلام تمام مقصد خدا به شما از هیچ کاری کوتاهی نکردم. متوجه خود و متوجه آن گله‌ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون چوپانان
کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید. من می دانم که بعد از رفتن من گرگهای درنده به میان شما خواهند آمد که به گله دلسوزی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما کسان پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروان را به دنبال خود خواهند کشید. پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت 3 سال روز شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. اکنون شما را به خدا و کلام فیض بخش او می سپارم، کلامی که قادر است شما را بنا کند و برکاتی را که میراث مقدسان اوست به شما عطا فرماید. من به پول یا لباس کسی چشم ندوختم. خودتان می دانید که با این دست‌ها زحمت کشیدم و ضروریات خود و همراهانم را به دست آوردم. من عملاً به شما نشان دادم که ما باید این طور زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نماییم و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته باشیم که فرمود بخشیدن از گرفتن فرخنده تر است. وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید، با همه آنان زانو زد و دعا کرد. همه با صدای بلند گریه می کردند و او را در آغوش می گرفتند و می بوسیدند. آنچه بیش از هر چیز آنان را غمگین می ساخت این بود که پولس گفته بود دیگر آنها روی او را نخواهند دید. پس او را تا کشتی بدرقه نمود.